خرید بازیکن بزرگ، شروع چمپیونز لیگ، این داستان عصبانیت هوادارا. چی اینجا آقا اینو برداری؟ سلام داداش، خوبی؟ خوبی؟ سلام، چطوری آقا؟ سلام داداش، خوبی؟ مخلصم. آره داداش، همه منتظر مهدی خان بیادش. آره بابا، 10 روز شو، 10 روز ویدیو بدقال جهت نداشته. حالا بدش کن، حالا بیخیالش. آقا کجای کاری؟ کلی از اسپانسر پول گرفته زده به جیب به من و تو میگه ندارم. کلی پول جمع کرده یارو، ولی قازم فردا بخواد بذاره کنار رو بره اون طرف آب اشغالشو بکنه. چی داری میگی واسه خود؟ بابا راست میگه دیگه، چیو بدش کن؟ 10 روز ویدیو جدیدو نداشته. خبری از نمیدونم رونالدو و مسی و کریم بنزما بازیکن بزرگ الان تو 2 تا ویدیو داره میگه. هیچ خبری نشد آقا، هیچ خبری نی. من میدونم پیجاشون از اون طرف دارن میذارن که نمیدونم بودجه نداریم، نمیدونم فلان بیساره. این همه گرفته. الان قهرمان نمیدونم چی شدیم، جام حذفی شدیم دیگه. این همه بهش پول دادن، الکی میگه پول نداریم بابا. نشسته پاشو گذاشته رو پاش. آقا الان ما باید جمع بشیم و هم دیگه اعتراض بکنیم، بهش نشون بدیم که هوادار قدرت اینو دارن که باشگاه رو تغییر بدن. قبول داری یا نه؟ آره داداش، قبول داری. آقا الان با هم دیگه جلوی همین باشگاه دستمون رو میدیم به دست هم. بهتون میگم چطوری. دستمون رو میدیم به دست هم. دست بده من آقا. دست شما دست بده. همینجوری وای میسیم. گوش کن یه لحظه. همینجوری وای میسیم. نمیذاریم کسی بره بیرون، نمیذاریم کسی بیاد تو. همینجا وای میسیم. ببینیم عتیقا بالاخره چیکار میکنه. قسم جدید چی شدش؟ هی حمایت کن، حمایت کن. بابا این آهنگای قدیمی چرا اینجوری شد؟ چه خبره اینجا؟ ما زنگ میزنیم مهدی خان، ما اینجا خوب شد صداقای خودمون رو در نیاوردیم. کجا حالا لباس حمزه تنم نیستش؟ لباس حمزه تنم بود منو میشناختن. کنو خریداره رو زنگ میزنه. این بابا برداره دیگه. این احمد رو بگم بش عینک منو برداشته برده. تو کوری چرا عینک منو برمیداری؟ الو. الو سلام مهدی خان، خوبی؟ چطوری؟ سلام علیکم، بفرما. آقا به خدا من زود اومدم اینجا، خوب شد لو نرفتیم. هواداران ریختن جلوی در باشگاه، نمیدونن کسی بیاد تو. من الان رفتم جلوشون، لباس حمزه منو نپوشیدم. الان منو میشناختن مگر نه؟ هوادارا؟ من الان تو باشگاه مهدی که چرا دیگه کردی تو؟ هوادارا ریختن؟ کو؟ خودو ببینم این هست. من خودم ها سامونه نخوردیم، میاد تو رو خودم یه جور جمعش کن دیگه. این بگی حالا یه قسمتی رو بذار دیگه، بذار بگی تمومشو بره. او وضعیت ریدمانه، وضعیت ریدمانه. ببین خود تو رو شناخته ها یا نه؟ خب وایسان، وایسان، بعد یه جور جمعش کنم. حق دارن هوادارم، هوادارو حق دارم، بعد یه جور جمعش کنم. اومدم. تو دیگه بیا والا دیگه. اومدم تو آقا. نه نمیتونم بیام، میگم این نمیتونم بیام. یه خود یه جور جمعش کنم، مزایه میشه. آه چی ولش کن، ولش کن. اینا که منو برده بیار بشور. خدا حافظ. خدا حافظ، خدا حافظ. ای وای، سلام علیکم آقا. هوادارا سلام علیکم. سلام علیکم، مخلص همگیم. مخلص همگیم. آقا چی شده با سرزا کردین؟ بده من عینک قلاق. فهم بیشو آقا این چه بود؟ هواداری عزیز گل دقت کنید دوستان، میدونم 10 روزی که بعد از گذشت مخلص، اما این فصل بعدیه. این باشگاهی که شما دارین میبینین طراح لباسش رفته، اسپانسر جدید نداریم، طراح لباس نداریم. الان کل پول تیم 8 میلیون ناقابل در خدمت خود هوادار است. پولی هم ما نگرفتیم. درست میگی شما، درست میگی. ما باید اعتماد سازی بکنیم. من به شما قول میدم جلوی همین دوربین که دستتونه، اولین روز نقل و انتقالات من میرم برای خرید یک بازیکن بزرگ از بین مسی و رونالدو و کریم بنزما. اینو بهتون قول میدم و یکیشونو میگیرم، هر جور شده به هر قیمتی. حتی شده آره. آقا اعتماد کنید به من. قبول دارین؟ قبول دارین؟ اعتماد میکنید به من؟ تیم رو در میارم، تیم رو در میارم، پشت من باشین، برین تیم رو در بیاریم. مخلص هم میگی بریم. اما مهدی خان هر جوری که شده باید در اول فصل اعتماد هوادارا رو جلب میکرد. پس رفت توی قسمت مذاکرات و همه بازیکنهای آکادمی خودش رو فروخت تا بودجه لازم رو به دست بیاره. اما هر جوری شده بودنش تونستش بودجه رو تامین کنه، به 19 میلیون برسونه. آره همینه. پس رفت برای خرید رونالدو و مسی. همه چی به این لحظه موعود بستگی داشت. تو رو قرآن مسی قبول کرده باشه. نه آبا چی میگی تو؟ این میخوام برم. من اینجوری تیم بازیکن نداره، میخوام برم. بابا پدر سوخت، بیاین این بازیکنایی که بهتون فروختیم بردارین، جمع کنین ببرین دیگه. تیمو جا گرفتم و کسی نمیتونیم بخریم. پس برای اینکه جلوش هوادار رو شرمنده نشه، سریعا مدی بازیکن بزرگ دیگه یا میخری. دنبال رونالدو میگشت تا رونالدو رو پیدا کنه، اما خبر نداشت که رونالدو خداحافظی کرده. رونالدو هست یا حضرت عباس؟ وای وای، درخواست قرض 1 ساله رونالدو رو تبور کن. و باز هم صحنه حساس.
وای اومد رونالدو میان در اون تیم 11 میلیون خواسته همین الان تقدیمت میکنم کریستیانو رونالدو به تیم ولقاز و ندین لازم باشه اون رو ثبت کنید در تاریخ ولقاز بله حالا سوپر کاپ انگلستان لیورپول ولقاز اما قبلش کریستیانو رونالدو وارد تیم ولقاز میشه و خوش آمد میگه ماتیکان بفرمایید بشیدید بفرمایید آقا بفرمایید رونالدو به تیم ولقاز میشه بنده میگه میخوام سطح رو به بالاترین جای ممکن برسونم ولقاز رو حالا ماتیکان خوشحال بود که تونسته بود اعتماد هوادارا رو اول فصل جلب کنه کریستیانو رونالدو به هم تیمی های جدیدش میبنده رونالدو بعد میبستم به ولقاز گفتم من واقعا از عضویت در این تیم هیجان زدم نمیتونم تا اول این بازی صبر کنم و ماتیکان که مشاهدهش میکنید 163 فالوور داشته باشین آقای رضا درخانی شهرمند هم شماره 7 بعد بدین رونالدو پس رونالدو رو بدون معطلی گذاشت توی ترک و کاپیتانیو به او داد و اونو نوک قرار داد و ترکیب ولقاز چیز شد و اوورال تیم ولقاز به 94 میرسه اگه لایک های این ویدیو به 3000 تا برسه توی نیم فصل به احتمال 100% من مسیو میخرم ولی واگه از لایک های این ویدیو به 3000 تا برسه اگه به 3000 تا برسه معلومه که مسیو میخوایم حالا سال 3 ولقاز سوپر کاپ انگلستان لیورپول در مقابل ولقاز با کریستیانو رونالدو وای 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 حالا کریستیانو رونالدو به کمک ولقاز اومده بود با کاپیتانی او تا ولقاز اولین جام خودشو به دست بیاره بله حالا بازی شروع شد و ولقاز از همون اول با کریستیانو رونالدو بالا میکشه ولقازی که اول به لیونل مسی درخواست داده بود و لیونل مسی که نیومده بود ولقاز یک ساله با کریستیانو رونالدو میبنده سعید عزت‌اللهی میره سراغ بازیکن‌های حریف واسه تو بعد کاملا پوشش بدیم وریا غفوری که یه مقدار اوف کرده بخاطر سن بالاش تیزی دفاع داره ضعیف و ضعیف تر میشه باید حواسمون باشه او حضرت عباس یا اول بس بزن این دیگه رونالدو بزن شوترو تو یا دروازه آره همه چهره اومده چمپیونز لیگ رو بگیره با کریستیانو رونالدو در اولین بازیش دقیقه 29 گل رو زد منه ولقاز از همین اول فصل اومده برای درو کردن تیمای حریف احتمال حضور لیونل مسی در نیم فصل به شدت زیاد در کنار کریستیانو رونالدو ایدل ها اگر بتونه قبول بکنه شرایط ما رو و بیاد تو ترکیب یک رونالدو مسی رو در نیم فصل خواهیم داشت اتکان هر جوری شده میخواد هزینه بکنه هر جوری شده میخواد قهرمانی چمپیونز لیگ رو به دست بیاره آخ 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 نرو تو نرو تو نرو تو نرو تو نرو تو یا اول فاز کنانی زادگان نیمه اول یکیش به نفع ولقاز ما چی دادیم به این قاز ما چرا انقدر چاق شد اینجا از نیا که نادری خسته شده بود به جای دفاع چم جوانمون بیرون میره و مهدی تو رو به جای رضا دهخانی وارد زمین میشه آقا کریستیانو رونالدو مادر شروع میکنه نیمه دوم رو بعد جنگنده تر از نیمه اول آغاز بکنیم تا اجازه این نفس کشیدن به حریف رو ندیم مهدی تو رو به توپر گرفته به سمت چم میرسونه رفتیم واسه سانت کردن سانت روی دروازه رونالدو میزنه یا نه همون زادگان هدف اول زد سامان قدوس توپر گرفته حالا اونجا الهی رو سعی کنه شو بعد راه بندازن بازیکن‌های ما الله یار سیاد منش چه پچو میزنه خدا اینو بتونه نفت بودم هوا داره گل ولی مهداد محمدی مجبور شدیم که 2 میلیون خورده ای به سمان بفروشیم مجبور بودیم رونالدو به سمت راست میرسونه سامان قدوس صورت بدی نداره اونجا سامان الله یار رونالدو رونالدو بعد راه بندازه اونجا زاهدی رو زاهدی ترابی رونالدو الله یار سعید منش از همونجا کاتو میده الله یار تمومه ولقاز ما کاپ لیگ رو شروع میکنه گفتم اعتمادتون رو جلب میکنم هوادارا که اومده بودین اعتراض کرده بودی گفتم میپذیرم اعتراض رو ولی اعتمادتون رو جلب میکنم با رونالدو و این کاپ تقدیم به شما اعتمادتون رو جلب کردم من نه از بالا من نه از بالا تازه اول فصله اینجام چیزی نیستش واسه ما بریم واسه جام بعدی رومان شما این کاپیه که ولقاز و مهدی خان و رونالدو تقدیم به هواداران گل این تیم میکنه معذرت میخوام که این چند روز غیبت داشتیم ولی این کاپ تقدیم به شما بله مهدی خان ببخشید با بازی نومد خب ها ما 5-6 تا از بازیکنامون که بهتون گفته بودم اینا نیم فصل میگیرن میرن اومد باشون تمرین کنیم الله یار و زاهدی و اینا همه هستن مگه میخواد کسی بری سر کنم چک کنم یه دست قهوه شو او سه یاد منش 2023 سامان قدوس 2023 آره دقیقاً او چقدر 2023 داریم راست داریم میگه قفوری هم هست نه همو دارم میگم بعد نیم فصل واسه باشون تمرین کنیم یادم بنداز استادیاب قربان شما خدا نگهدار هفته اول ولقاز ناتینگهام فارست ساعت 2 بعد از اون در اشگاه ولقاز شما کریستیانو رونالدو رو دارین بهترین بازیکن تیم بعدش الله یار از الله یار و رونالدو میخوام تا با هم دیگه بتونن یک زوج رونالدو و مسی واری رو شکل بدن ازتون میخوام تا در اولین بازی به بهترین شکل بازی کنین که بتونین 3 امتیاز اولو واسه ما به دست بیارین و اعتماد هوادارا رو جلب کنین کریستیانو رونالدو بعد اولین بازی خودش تو لیگ مقابل هوادارای ولقاز انجام میداد اما سختی کار اینجا بود هر جور شده با
بعد سه امتیاز رو میگرفتن. بعد بند شروع میشه توسط کریستیانو رونالدو. رونالدو در خط راه میازه احسان حسینی سامان آقا دو سرعت بدی نداره میتونه به جلو تر برسونه اونجا زاهدی به وسطتر عزت اللهی دهقانی الله یار به کار واسه رونالدو الله یار واسه بلند پشت هم کریستیانو رونالدو نفوذ میکنه توی عمق دفاع حریف کریستیانو رونالدو الله یار پاس رو میدرکت میکنه الله یار صد منش پشت هم الله یار شوتر رو بزن رف نه یجلو نه یجلو نه یجلو نه یجلو حالا بیا جلو بزنینش از اونجایی که انرژی و تمرکز تیم کم شده بود اخبار شروع کرد به حرفای تکراری خودش. تمام کار گفتم بهتون. اما برد فقط برای اول آغاز کافیه و مساوی به دردمون نمیخوره. مساوی چرا باید بکنیم اول مازی و با سمت خان در حالی از افهام فرو میرم میفرما این چی نشده اومد لبان نفسی و لغاز به هشتو به جدال رسته و متاسفانه اولین مازیش رو اتلتیکو مادرید داره توی چمپیونز لیگ همجور گره مشاهده میکنید و توی گروه بچیکتاش اولمپیک مارسی و اتلتیکو قرار گرفته. بازی بعدی ساوثهمپتون بعد خاص. الله یار گفتم ما از خود راضی نیستیم و امروز قطعا برنده میشیم. از اونجایی که خلیل زاده کاملا بی‌انگیزه بود و افت کرده بود اوورالش توی ترکیب فیکس جان نداشت. اما هوادارا کاملا ناراضی بودن و مزخان باید این بازی رو با برد پشت سر میذاشت. الله یار سایمنش رونالدو رو راه میندازه. حرف متیخان به کرسی مینشینه یا نه؟ رضا دهخانی توپ رو گرفته اونجا نادری حرکت میکنه رفت واسه سانت کردن روی سر الله یار. الله یار شوترو میزنه چقدر بد. واسه بولم علی پور پشت همه مدافعین پاس منوال عالی اگه علی پور برسه عالیه. یک سر تو از علی پور نبرش بیرون دیگه. اما این سری مشکل تیم قرار شدن بود و تیم مغرور شده بود. برو علی پور سرعت بالا داره. آقای علی پور سانت رو میگشه. کریستیانو رونالدو نرسیدش. رونالدو یا الله یار باید حرکت بکنند رو به داخل الله یار صد میشه از همونجا کاتر رو میده به توپ بیرون. پاس برای الله یار کشیده میشه اونجا اما الله یار نمیتونه اونجا ضربه ای به توپ بزنه. توپ سریع میاد رو به بالا و بازیکن ما دفعش میکنن. رونالدو علی پول میخواد راه بندازه اونجا علی پور توپ رو همچنان نگه داشته به کریستیانو رونالدو میرسونه. رونالدو اشتباه کردش. وای چرا بازی رو مستوی جلسه جواب نداده بود و تیم در وضعیت بدی قرار داشت. 12 دوازدهم بشه یادم میخوام بفروشم من چرا نمیرین شما بیرون. سه روز بیشتر به چمپیونز لیگ نمونده بود و متیخان واقعا نمیدونست باید چیکار کنه. تصمیم گرفت کسی زنگ بزنه که قبلا دشمنش بود اما میتونست بهش کمک زیادی بکنه. الان سلام گواردیولا هست گوشه بده بهش. سلام آقای گواردیولا وقت شما بخیر. خوبی آقا چطوری؟ های متیخان آقا تیم ما به وضعیت بدی برخورده. حالا الان که شما اصلا تو جزء 10 و 14 توی اولام نیستی الان من کاری ندارم. یس آقا یکی ویدیو واسه من بفرست ترکیب و آنالیز بکن ببین که کجاش مشکل داره. یه ویدیو از خودت واسه من بفرست ببین میگه کجا چو باید درست بکنم. یس شجاع خلیل زاده بک یس هزینه شما هم محفوظه. قربونت برم به کسی هم نگو محرمانه ببینه توی اخبار پخشنج قرولانگتا. شجاع خلیل زاده گواردیولا به من گفتش که رونالدو رو نوک بذار و به هیچ وقت چپ و راستش نکن و دفاع رو یه دونه بیشتر کن چون بازیکنای دفاعی سنشون رفته بالا و وضعیت بدی واسه گرفتار شده. اما از اون طرف دوتا سی ام اف بذار یعنی اینجوری تقریبا حالا نزنه این نفوذی باشه بخواد ما رو به در سر بندازه. چیزی که گفت بشه اینجوری حالا من نمیدونم دقیقاً جواب میده یا نه ولی بریم. حالا ترکیب ولاغازی که با مزیخان گواردیولا چیده شده بود باید اولین بازی اف ای کاپشو انجام میداد و اگه میباخت برای همیشه از اف ای کاپ امسال حذف میشد. ببین احمق گواردیولا گفتش که از جلو پرس کنین ولی نکشین عقب. چیز عجیبی اصلا گفته. یو اول پس بزن الله یار دیگه شوترو بزنش بود چه خطایی. کریستیانو رونالدو اونجا صاحب توپ میشه یه دونه چرخ میزنه رونالدو میاره جلوتر. حالا شوتر رونالدو توی دروازه. ایوالا گواردیولا عقلش رسید. حتی خودم میدونستم حتی خودم این سر بلد بود فقط خودش از تو مشورت بگیره که حالا دمتم گرم. آدم الو آقای گواردیولا قربونه داداش تو الان ترکیب جواب داده. تو الان ترکیب جواب داده. ترکیب هر چه جوری آنالیز میکنی آها هیچ غلطی نمیتونم بکنم. یعنی دفاع چپ و راست و وسط عزت اللهی گرفتم. این گفت چپ و راست و عوض کن عزت اللهی. داداش عزت اللهی بیاد اینجا ریده میشه. حرفش گوه خورده. این یکی رو دیگه نمیذارم. اینه کنانی زادگان قندی پور توپ بهش رسید اونجا. قندی پور به جلوتر. حالا سان ارسال میشه روی تیر دوم. کریستیانو رونالدو توپ بهش میرسه اونجا. الله یار میخواد راه بندازه پشت همه. الله یار سیاد منش توپ گیری میتونه بکنه اونجا از بازیکن حریف. برو الله یار الله یار الله یار رونالدو راه بندازه. الله رال الله یار رونالدو شوتش و گل بعدی.
کریستیانو رونالدو اللهیار رو رامیناد اونجا اللهیار رو سعی کنه چون یه دونه دریبل بزنه یه دونه پاواز میکنه اللهیار یه دونه دریبل قشنگ زدن اللهیار رو تمام بازی رو با مرد بازی سر میداره و میره مرحله بعدی اف کاپ انگلستان با بهترین بازیکن زمین یعنی کریستیانو رونالدو با گواردیولا هم ولی ترکیب شباب بود تستش در نکنه حالا مرحله بعدی و لغاز منچستر یونایتد و اما اولین بازی چمپیونز لیگ اتلتیکو و لغاز حالا وقت چیزی بود متخان همراه با کریستیانو رونالدو توی کنفرانس مطبوعاتی حضور پیدا کنن و به سوال اینکه اعتقاد همگی این که شما به راحتی از گروه صعود میکنید و چشم انداز خودتون چیه جواب میدادن آقای رونالدو چی بگیم هرچی شما بگی دیگه کاپیتان تیم بفرما شما ای خدا مهدی خان نشسته رونالدو حرف نمیزنه کنارش زاین گفت چقدر حساب میبره از این در ورزشگاه ملغاز رویا به واقعیت تبدیل شده ساعت 9 شب هوادارا اومدیم در اولین بازی چمپیونز لیگ اینقدر رنگ زیبا بازیکن‌ها بالا بود که اوورال تیم به 95 رسیده بود وای وای کی فکرشون میکرد ولغاز و رونالدو بیادش توی زمین خودش اتلتیکو رو بیاره توی مازندران تو چمپیونز لیگ بازی بکنه خوش اومدید به ورشگاه ما هوادارا صداتون رو نمیشته من بیشتر هوادارا بیشتر تو زمین ما اول باید ما رو نشون بدی صبر کن آقای انتظاری حراست گوشی بوده بهش فیلم برداره کسافت و بازی بعد ورشگاه راش نمیدی هر خری میخواد باشه باشه بله حالا بازی شروع میشه اولین چمپیونز لیگ ولغاز در کنار کریستیانو رونالدو اللهیار و بقیه اساتید مسی خان اومده همراه با ولغاز اللهیار و کریستیانو رونالدو در این تیم تا متر کنه اتش گربار دیگه رونالدو ایدن ها همچنان توپ نگراشه حالا شوتو میزنه رونالدو تیر دوه برسه به رونالدو کارتون تمومه توی دروازه گل به خودی دقیقه 7 بود دروازه اتلتیکو مادرید باز شد روی استرسی که توسط هواداری ولغاز حکم فرما شده بود روی اینا آلوارو موراتا خطرناک میتونه باشه میرم توی پاش احسان حسینی خلیل زاده آلوارو موراتا یه دونه سر توپ خطرناک گل خوردی یک بار یک میشه در این آوری عزت الله کریستیانو رونالدو پاس رو میده اونجا رونالدو به علیپور علیپور سمت راست رو راه میندازه قفوری زمینی به رونالدو میرسه یا نه علیپور راه میندازیم پشت همه اونجا علیپور علیپور سانتر میتونه بکشه حالا در میسر دفاع ولغاز ضعیف شده بود و جز شجاع خیلی داده بقیه خوب کار نمیکردن فقط موراتا رو نگهدار فقط موراتا رو نگهدار بکش اولین بازیمون تو زمین خودمون باختیم ولغاز سفون مهدی خان که توی اولین بازی چمپیونز لیگش باخت و تجربه کرده بود بعد مقابل لستر سیتی بازی میکرد که صدر جدوله واسه بودن پشت هم علیپور را انداختن اونجا علیپور میتونه ساندر انجام بده علیپور داره چی کار میکنه اونجا رونالدو برو رونالدو اصلا دارم میگم به کی پاس بده اون داره به کی پاس میده نادری برو نادر برو آه ماشالله آقا نادر یه سر تو دوباره به همون سمت میبره سانتر رو میکشه لب خط میارن بازیکنان لستر سیتی که سر جدول به واسه خود اختصاص دادن سانتر بلند بازیکنان ما تموم کار جیمی واری به سمت راست اومده تا مهدی خان رو گمراه بکنه اما نمیدونه که چجوری میخواد توپشو بگیره زاهدیو راه میندازه پشت همه کریستیانو رونالدو تیر دوم و توی دروازه کامبک ولغاز دقیقه 90 بازی گفتم بهتون ولغاز داره ترکیب سابقشو میچینه حواستون رو جمع کنین حواستون جمع نکردین و گلو خوردین حفظ کنین گلو زده همه میزنن روی دروازه ما چند دقیقه بیشتر باقی نمونده نادری تو بر گرفته دفش میکنیم و مرد به ارمغا میاد اولین مرد با درخشش آقای زاهدی و حالا ولغاز به پنجم جدول میرسه به شکاش و ولغاز چمپیونز لیگ آقا من بازی قبل رد کردن خودشون رفتن دو هیچ بردن و الان دومیم به این چیزا من کاری ندارم به این کار ندارم که اصلا لیگ واسه ماست حالا باید با بشکتاشی بازی میکنیم که توی چمپیونز لیگ دومه و اولی بازی چون با برد پوجه سر گذاشته و متکان باز رو تصمیم گرفت که به ترکیب اولیه ولغاز یعنی ترکیب قدیم برگرده بابا ما بزن ما لباس دومونو بردارم من لباس دومونو بردارم خب شما هم مشکی دارین که حالا وقت چسیده بود که ولغاز اولین برد چمپیونز لیگ خودشو به دست بیاره بازی شروع میشه بعد کریستیانو رونالدو بازی کنند ما به سمت برد حرکت میکنن سعید زتولایی توپر میره اونجا علیپور به سعید منش میرسونه الله یارو سعید منش شماره ده به شماره هفت کریستیانو رونالدو توپر گرفته پاسر میده حرکت میکنه رونالدو شوت ها باید بزنه در بیاره لب خط میرسونه اونجا علیپور به وسط تر سعید زتولایی حرکتشو انجام داده الله یارو رو دست خودش داره رونالدو هم داره حرکت میکنه اونجا کریستیانو رونالدو میندازه رو تر شوت هاشو میزنه رونالدو بیرون رونالدو رو به سمت راست یعنی رضا خانی میرسونه بیرون رضا خانی به الله یارو سعید منش میتونه برسونه توپر رو الله یار شوت ها بزن بازم گرفت پاس به کریستیانو رونالدو پشت همه مدافعین کسی هم نیومده برای گرفتنش تیر دوم هستن بازیکن‌های ما رونالدو به وسط تر
زاهدی سمت راست رو میندازه اونجا رضا دهقانی زد حمله خطرناک هستش روی دروازه اونا. رونالدو میزنه شوتر رو یا نه؟ رونالدو نگرش دار به چرخ رونالدو مسر بده زاهدی کاس میخوام ازت خدا رونالدو برو آماس شانا کریستیانو رونالدو باید بیاد زاهدی به کمک رونالدو رونالدو زاهدی بزن زاهدی هانو برو کلا دقیقه هست شون افتوماسی تمام اولین برده بلغاز در چمپیونز لیگ ما کریستیانو رونالدو مسئولیش آقای زاهدی به دست میاد. حالا بلغاز به دوم جدول میرسه و اتلتیکو مادرید آخر جدول. حالا اورتون بلغاز بلغاز که دوم جدوله باید با اورتون بازی کنه که پنجمه اما در کنار اون بازی بعد اف ای کاپ با منچستر یونایتد و بعدش با المپیک مارسی. شاید قندیپور رو بفروشم که یک بازیکن آزاد بشه بتونم نیم فصل یه بازیکن دیگه بگیرم. شاید نیم فصل بعد کاملا دفاع رو تقویت کنیم. نیم فصل کاملا دفاع الان هجومیمون بد نیست ولی دفاعمون افتضاحه. همه بازیکنامون خستن به احتمال مسئولیت شجاع و حسین کنیتگان زیاده. برای همین ما باید یکی از اینا رو استراحت بدیم. از شجاع رو استراحت میدم. باید با این ترکیب که خبری از الله یار تو ترکیب فیکس نبود به دیدار کالورت لوین و دوستان میرفتیم. بعدمون شروع میشه در مقابل کالورت لوین و اورتون. کالورت لوین که تونسته قبلا دروازه ولاغاز رو پایین بریزه و دروازه رو باز کنه بار دیگه میخواد همین کاری رو انجام بده بر اون پدرت. وای 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 بر اون پدرت کالورت 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 این بار دیگه صاحب توپ شده پشت همه راه میندازه اونجا نادر شاه هست پاس بسیار بلند پشت همه سامان قدوس حرکتشو انجام داده اونجا و بعد توپ رو بگیره هرجوری که شد از بازیکنان حریف. نیمه اول تموم شه و مهدی خان باز دوباره نتونست جلوی کالورت لوینو بگیره. بیا جلو بیا جلو بیا جلو. اخباری حالا وقتش چیزه بود که الله یارو سیر منش بیاد تو دهقانی میکاره واسه سامان قدوس قدوس شوتر رو میزنه بزنه تو خواهش میکنم ازت. ای بابا اون رفت باخت بد باخت ریدی مهدی خان هیا کن ولی قضور رها کن چهارم جدول من سیتی پدر سنگ گواردیولا صد رفته. بابا بابا جمع کن دیگه همه بازی های قوی و پشت سر هم انداختی. اف ای کاپ ساعت 7 شب در ورزشگاه پدر سنگ من یونایتد. اما خبر خوش واسه مهدی خان این بود که همه بازیکن‌ها سر حال آماده بودن و خبر بعد این بود که سعید عزت‌اللهی یک هفته مصدوم بود. هوادارهایی که شعار مهدی خان حیا کن هوادار رو رها کن داده بودن در این دیدار مهدی خان همراهی نمی‌کردن و مهدی خان تک و تنها باید حتما این بازی رو می‌برد. خاطر باز بکنم به سمت مهدی ترابی. مهدی ترابی باید سریعا زد حمله رو بزنه رو به جلو که الانگا یا حالا فرد بهش نرسن بده وسط ریدی. ماشاءالله شجاع به خدا شجاع نباشه اصلا نمیشه بازی کرد. علی پور حرکتش نمیرسه توپ بهش. برونو فرناندز نقشه های شومیو در سر داره. دفاع داره خالی میشه اونجا. ما وای شجاع خریداده عشق به خدا اصلا اون احمق گفته شجاع رو از اینجا وردار. یا حضرت رونالدو یا حضرت رونالدو توی دروازه. بلغاز نمیخواد حذف بشه. نمیخواد که اعتماد هوادارشو از دست بده برای همیشه. از اونجایی که اگه بلغاز این بازیو میباخت حذف میشد باید هر جور شده بازیو میبرد. وای وای موک. علی پور رو زدن داور خطایی نمیگیره متاسفانه. پشت هم ارسال شده اونجا. نباید بیایم جلو. خطرناکه اگه ارسال بشه. نباید بذاریم این اتفاق بیفته. اخباری به کریستیانو رونالدو بعد میرسون که نتونستش. رونالدو به دنبال توپ. توپ رو گرفت کریستیانو رونالدو به وسط تر میرسونه اونجا بازیکنای ما. حرکتشون انجام شده خطا رو نگرفت. کریستیانو رونالدو زاهدی اونجا راه میندازه. شهاب زاهدی قندیپور اونجا راه میندازه. سرعت قندیپور بالا نزدنش. قندیپور میده پاسو یا نه؟ بزنیم برو کلا دقیقه 90 بازی گل سالمه. بازی در حال اتمام. کریستیانو رونالدو توپ رو داد تمومه. حسف من یونایتد همین چهره همسود کریستیانو رونالدو با دوستان و اساتید ولغازی. حالا ولغاز به بالاتر میاد و به برنتفورد میخوره و حالا چمپیونز لیگ المپیک مارسی ولغاز. وای بازی ها خیلی سخته. بازی ها خیلی سخته. اگر که ما بتونیم المپیک مارسی رو بریم به احتمال بسیار زیاد یا میریم دوم یا میریم اول. ولغاز برای به حقیقت پیوستن آرزوش یعنی قهرمانی چمپیونز لیگ هر جور شده باید بازی ها رو بدون باخت پشت سر میذاره. بله بعد شروع میشه شهاب زاهدی و کریستیانو رونالدو زوج جدید بلغاز هر خود را شروع میکنه. الله یار راه میندازه کریستیانو رونالدو رو پشت همه. رونالدو استومش میکنه. حالا تیر دوم دروازه باز شد دقیقه 4
ببین زوج علایار و زاهدی و رونالدو یک زوج فرازمینی هست. من میتونم حالا در ادامه خواهم گفت. رونالدو ضربه سر اول به زاهدی میزنه. زاهدی علایار رو میندازه اونجا، علایار به رونالدو، رونالدو علایار میخواد راه بندازه که زدنش. رفتم واسه استان کردم، میتونن خطرناک باشن اگر که حواسمون بهشون نباشه. دفش کن. نادر چه افشار یلو اسماعیلو بگیر. بگی تو به شونادر چا خطرناکه. آها علایار سیاد منش رونالدو راش میندازه. علایار به صورت زبدری، علایار حرکتش قشنگ، رونالدو رو بعد راه بندازه. علایار زاهدی حالا شوتو بزنین. شاب زاهدی سمت راست کاملا خالیه، بعد بره مهدی ترابی صورتش رو نشون بده به بازیکنای حریف. مهدی ترابی کنه رو میگیره. بزن. آروم 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 ریز 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 بکش. حالا زاهدی، وای خدا. علایار رو عقب‌تر، خود علایار رو بعد راه بندازیم اونجا. علایار تک سر پاسکاری میکنه، علایار رو دوباره راه میندازیم رو به جلو. علایار سرعت بالایی داره، رونالدو رو راه میندازه اگه برسه. ای ماما صبحم خورده حاجی، صبحم خورده. ما چرا انقدر دفاعمون ضعیف باشه که من همه رو مجبور روشم بچونم تو دفاع جلو چیکس من داشته باشه؟ چون متوازن گلمون کمتر از ایناست، کمتر از اونم که مارسی بعد چجوری بالاییم. خدا رو شکرت فرصت داریم تو صدر جدول از منسیتی فصل بگیریم. اگر که پس نگیریم قهرمانی و اعتماد بسیار زیاد از دست میدیم. پس باید حتما لیورپول رو توی ورزشگاه خودمون ببریم. انگیزه بالا و سوی این بازی بالا بود به خاطر اینکه پشتش به هوادارهای خودشون گرم بود و حلقه اتحادی که برای هواداران شکل میگیره. آهان حالا بازی رو شروع کنم مقابل لیورپول. این بازی سم زیاد میخوام ازش بگیرم. برو تییاگو آلکانتارا جلومونه، سانتر رو میکشیم پشت همه. حالا دروازه خالی توی دروازه. حالا هواداران خوشحالن و شعار ولقاد زلزله متلکم ولدره رو سر میدن. البته بلدله واسه بودن رو سر کریستیانو رونالدو. رونالدو اشتباه میکنه، توپ لو میره اونجا، هوا بارونی شده در مازن درون دلها و این به نفع بازیکنان ولقاسه. شهاب زاهدی خودش توپگیری اونجا انجام داده. قدوس دلها همچنان توپ رو نگه داشت، چم جلوتر میگذارن. خود زاهدی دوباره رونالدو رو میخواد راه بندازه. آفساید رونالدوه. نیمه اول یک برش به نفع ولقاس. او حاجی اخباری و نگاه لباس اخباری و تو نگاه کن، خیس خالیه بنده خدا، خیس خالی. بکش عقب، بکش عقب، رفتش یارو بابا. کریستیانو رونالدو توپ رو نگه داشته اونجا. قندیپور هم داره حرکت میکنه به سمت جلو. رونالدو پاسه میده، خود قندیپور داره میره. قندیپور نگه داشته همچنان. قندیپور رو سمت چپ میرسونه. رفتیم واسه ایستاند کردن. زمینی ها بودن. رونالدو چرا ولش کرد؟ واسه بودن رونالدو پاسه رو میرسونه به شهاب زاهدی. شهاب زاهدی پاسه رو میده دوباره خود زاهدی. علیپور رو راه میخواد به نظر علیپور. اینو تیک دگاهی زیبا رو اونجا انجام میده به وسط‌تر. شهاب رونالدو توپ رو گرفته، قندیپور رو بعد راه مینداخت. قندیپور رونالدو رو راه میندازه. حالا اینجا داشته باش، حالا اینجا رو داشته باش. کریستیانو رونالدو حرکت میکنه توی عمق دفاعی حریف. رونالدو پاسه رو میده رو به قندیپور. شهاب زاهدی تو دروازه. گیم اوور داداشا، اینجا جهنم ولقازه. وقتی توی این هوا اومدی توی این زمین پاتاتو بخون. و حالا ولقازه به سوم میرسه و من سیتی دوم. اگه لایک های این ویدیو به 3000 تا برسه توی نیم فصل به احتمال 100% من مسیو میخرم. ولی باید لایک های این ویدیو به 3000 تا برسه. اگه به 3000 تا برسه معلومه که مسیو میخوایم. این داستان ادامه دارد. We'll be right back.